به نام خالق یک تاوبی امتا درود و سلام فراوان بر تمام هموطنان عزیز ما در هر گوشه و کناری کسین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی، سلامتی و کامیابی آرزو دارم و تمنا داریم که همیشه در زندگیتان موفق و کامیاب باشید. با همین آرزومندی که همه شما دارای صحت کامل هستین، برنامه امروز آغاز میکنیم. غذایی که امروز در برنامه آماده میکنیم، در ابتدا میریم مواد لازم را روی صفحه تلویزیون نوت میکنیم. بازم با ما باشید. مواد لازمه دلمه پیاز: پیاز 2 عدد، نعنا نیم دسته، سیر 3 دندانه، گشنیز تازه نیم دسته، شبت نیم دسته، دال نخود 1 گیلاس، برنج 1.5 گیلاس، ربع بادنجان رومی 2 قاشق غذاخوری، چکه 2 قاشق غذاخوری، مرچ جوکو 1 قاشق چایخوری، روغن 4 قاشق غذاخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت. تنها میشه که ما و شما پیاز از برای لوها بدیک آماده کنیم، میشه که به دیگر طریق هم ازش استفاده کنیم و یک سالندی بسیار خوب ازش آماده کنیم که امروز ما از پیاز دلمه آماده میکنیم که یک سکی بسیار خوب نو و مزدار آماده میشه. در ابتدا امی پیاز فقط یک قسمت کسی را امرای کار شق میزنم. قل دیگر روشن میکنم. کرایی رو بالای من قل میگذارم. بندازی 2 قاشق نانخوری روغن به کرایی اضافه میکنم که مساوی به 30 میلی‌لیتر روغن میشه. کمی زردچوبه در روغن اضافه میکنیم. به خاطر که زردچوبه در روغن که سرخ شود رنگش خوبتر میشه. سی دندون سیر است. از طرفش میکشم بالای روغن. سیره یک 2 دقیقه در روغن خوب سرخ میکنیم که تا بوی سیر برای بندازی 1 قاشق اضافه میکنم. برنجی که قبلا جوش داده بودم ایره اضافه میکنم و دل نخود همچنان.
شاید بسیاری دوستای عزیز هیچ وقت دلمه پیاز در خانه آماده نکرده باشین، یک بارک امیم روز که برنامه را دیدین مواد لازم را نوت کردین، یک بارک امتحان کنین ببینین که چقدر چیزا که بسیار خوب مزه دار آماده میشه. تو یک کمک سرخ میشه، من تکوری دیگر ریزه میکنم. یک مقدار شبت سیر ریزه میکنم. ترکاری بسیار خوشمزه در بین ازی اضافه میشه، شبت، گشنیچ و نانوی تازه. چی آشپز باشه، چی خانم خانه باشه و چی برادرهایی که علاقه مندی به آشپزی دارن، کوشش میکنن که یک چیزکای نو آماده کنن. ما هم کوشش میکنیم که یک چیزکای بسیار نو خوب آماده کنیم. گشنیزم تازه ریزه میکنیم. البته مقدارش کم کم است، بسیار زیاد نیست. اضافه میکنم. یک مقدار نانوی تازه است که ایرم ریزه میکنم. ببینید که گشنیج از خود یک بوی بسیار خوب و طعم خوب داره، شبت همچنان و نانو همچنان. ترکاری بسیار مفید است. یک قشق نمک بهش اضافه میکنم. یک قاشق کم مرچ، قاشق کم نمک. دوستایی که امیل از برنامه رو بینن، بینن چیزکای بسیار مفید و مزه‌دار داخل از این دلمه میشه، واقعا یک چیزک مزه‌دار و خوب آماده میشه. ترکاری را زیاد حرارت نمیدیم، بسیار کم اما که نرم شود، چون بعدا هم یه حرارت میخورد. من یک قاشق آن خوری سکم بهش اضافه میکنم. هنوز نرم نشده، یک دقیقه دیگه وقت کار داره. اینا همش پخته شده، حرارت خاموش میکنیم و میمانم که کمکه سرد شود. پیاز هم تقریبا نرم شده. خالی میکنم که از دیگ دوباره باید استفاده میکنم.
آهسته آهسته جدا میکنیم. متوجه باشین که پیاز بسیار داغ میباشن، خطرناک از دستان نسوزه، کمک احتیاط کنین، یک چند دقیقه بانین که سرد شود. روشن میکنم. بندازه دو قاشق ناخوری دیگه در بین دیگه اضافه میکنم که جمله مقدار 60 میلی لیتر میشه. یک قاشق قبلا انداختیم و یک قاشق که دیگه زیره اومده میکنم. روغن کمک گرم شدش اضافه میکنم. بسیار کم زردچوبه در روغن اضافه میکنم. ربوم اضافه میکنم. ترکاری ها همراه برنج دالان خود که قبلا دخته کرده بودیم این را در بین پیاز اضافه میکنم. این داخل زیبا شد. پیاز کمکی که حرارت دادیم تب دادیم خدا نرم کرده بسیار آسانی میتونیم که لوله کنیم.
میبینین دوست عزیز چون چیزی که بسیار خوب آماده میشه. اگر کدام وقت دوستان نکردین این پس که بخواهی برنامه رو دیدین یک باره که امتحان کنین و حتما نیجه پخته کنین. ایره همین لعاب را که آماده کردیم میره با لعاب بچینم. سر زیره میمونم که چند دقیقه که دم بخورم. دلمه همش پخته شده، حرارت را خاموش کردیم. بیره هم بزرگ میکشم. این اندازه به یک ظرف کفایت این مرچه جاکو هم دیمش اضافه میکنم. دوستای عزیزی بود دلمه پیاز که هم روز آماده کردیم. خدا کنه مورد پسند شما قرار بگیره و شما دوستای عزیز کدام روزه که اگر در خانه بکار بودین ایره آماده کنین و